خب من آخر سر اگه سوال چیزی داشتید، من چون آنلاین دارم صحبت کنم یه ذره سخته بخوام کانتکست سویچ بکنم، اگه اشکالی نداشته باشه سوالاتون رو حالا یا یادداشت بکنید یا تو ذهنتون نگه دارید تا آخر سر روش بحث بکنم. این یه یونیت تست خیلی ساده بود، بعد از این توی همون هرم به سمت بالا اگه حرکت بکنیم میرسیم به اینتگریشن تست. اینتگریشن تست در واقع برای اینکه بخوام یک اینتگریشن تست ساده باز دوباره با هم بنویسیم و یک کامپوننت، یک ویو یا یک اینتگریتی دو تا سیستم با هم رو بخوام توش تست بکنیم که با هم درست کار میکنن یا نه، اینه که اول از همه حالا این بخش رو من با در واقع دانش خودم دارم میگم و کاری که ما اینجا استفاده میکنیم، اینه که اول از همه میای سناریوهایی که اصلا قرار تست بنویسیم رو قبل از اینکه شروع کنیم به تست نوشتن، سناریوهایی لازم برای تست نوشتن رو مینویسیم. مثلا ما وقتی داشتیم شروع کردیم یه پروژه رو با هم میبردیم جلو، میگفتیم خب این پروسه ها لازمه تست بشه، مثلا انیمیشن این دو تا صفحه وقتی روی این کلیک میکنم فلان چیز استارت بشه، یا مثلا چه میدونم توی ما توی تیم سرچ وقتی که مثلا روی این دکمه کلیک میکنی پلیر شروع بکنه به پلی کردن. این چیزی نیستش که ما بتونیم توی یونیت تستش بکنیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم تو محیط JVM پلیر اسپاتیفای رو مارک بکنیم، ولی میتونیم از قبل سناریوهایی که خیلی لازمه برامون خیلی مهمه رو بنویسیم. قدم اوله. قدم دوم میایم با روبولکتریک اینتگریت میکنیم تستمون رو، برای اینکه روبولکتریک میتونه تا حد خوبی محیط اندروید و فریم ورک هایی که توش هست رو مارک بکنه برای شما. قدم سوم اینه که کامپوننت هایی که میخواید تست بکنید رو به اصطلاح می‌نویسید، یه جوری حالت TDD میتونید اینتگریشن تست بنویسید. TDD تست دریون دیولپمنت اینه که شما اول تست رو بنویسید بعد دیولپ بکنید. حتی توی اینتگریشن تست هم شدنیه، اگر محیط تست خوبی داشته باشید میتونید کامپوننتتون رو بسازید، دونه دونه تستا رو بنویسید و بعد برید توی کامپوننتتون یا توی ویوتون یا توی اون محیط اینتگریتیتون پیاده سازیشو انجام بدید. و ما از فرمت فکر کنم یه چیز مخصوص ما نیست، همه جا استفاده میکنن، از فرمت given when then استفاده میکنیم موقعی که داریم integration test مینویسیم. حالا این فرمت رو توی اسلاید بعدی با هم نگاه میکنیم تو موقعی که داریم یه نمونه کوچیکش رو با هم چک میکنیم. integration test زمان اجراش بالا نسبتا، برای اینکه حداقلش اینه که باید روبولکتریک براتون آماده بشه و بیاد بالا، دیگه به سرعت JVM نیست. منتها بابت هزینه نسبتا بالاتری که میدید، یه کارایی خیلی خوب که داره اینه که شما براتون جلوی ویژوال ساید افکت ها رو میگیره اگر تست مناسب براش نوشته باشید. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما فرض بکنید این یه نمونه مشهورش هم وقتیش توی اینترنت بود، در واقع یه جیف خیلی خنده‌داری بود که شما وقتی که یه سری از سویچ ها رو میزدی، سویچ های دیگه شروع میکردن جابجا شدن، یعنی یه ساید افکتی وجود داشت. شما مثلا یه دکمه رو میزدید یه چیزی یه جای دیگه یه انیمیشنی براش اتفاق میافتاد، یا مثلا قرار بود رنگش عوض بشه به قرمز، عوض بشه به یه چیز دیگه. این با اینتگریشن تست شما میتونید اون محیط اون ویو رو مارک بکنید و ببینید اتفاقاتی که میخواهید براتون میفته و اتفاقات دیگه هم نمیفته در محیط برای شما، و در نتیجه دیگه باگ ویژوال خیلی کمتر براتون پیش میاد. و علاوه بر اون یه پل واسطیه بین تست ویو یا یو آی تست و تست بیزینس که تست یونیت تسته. یه نمونه کوچیکش اگه بخوایم با هم نگاه بکنیم، برای مثال ما توی شرکتمون از یک ابزاری استفاده میکنیم به اسم کست که یک فریمورک داخلیه، ولی مشابه های اوپن سورس هم داره. من از ابزار خودمون دارم استفاده میکنم، ولی ابزارهای دیگر هم چک بکنید خیلی متفاوت با این نیست. یک فانکشنی داریم ما به اسم create fragment. ما مثلا میخوایم توی یک فرگمنتی رو تست ویوی بکنیم، ببینیم که اون اتفاقات که براش منتظریم بیفته داره میفته یا نه. فرگمنتمون رو میسازیم با یک سری فلگ و یه یوزرنیمی. حالا این دوتا چیه؟ علتش اینه که ما فرگمنت هم تو شرایط مختلف با فلگ های مختلف رفتار متفاوتی داره. ما فلگمون رو کانفیگر میکنیم و پاس میدیم به این فرگمنت، و یه یوزرنیمی رو باید کانفیگ کرده باشیم که اون اطلاعات مورد نظر توی پریزنتر براش وجود داشته باشه. اینا یه خورده خیلی ربطی الزاما به این تست نداره، شما مفهوم تست رو بیشتر باید روش
مسلط بشید. حالا همون ایکس پریزنتری که ساخته بودیم، الان یه دونه ایکس فرگمنت داریم، یه دونه متد فکتوری، متد مثلا کرییت براش میسازیم، فلگ ها رو پاس میدیم و این برامون یه فرگمنت برمیگردون. چیزی که ما میخوام اینجا تست بکنیم، مثلا ما تو اون طرف سناریوی آن نکست رو تست کردیم که وقتی که یه کدی رو مینویسید و فایر میکنید توی کوئستتون، آن نکست بعدش صدا زده بشه. حالا میتونستیم اونجا آن ارور رو اینها براش تست بنویسیم، ولی ما توی اینتگریشن تستمون میایم سناریوی ارور رو براش یک تست ویژوال مینویسیم. حالا این اون در واقع متد given vend، یعنی که اونجا گفتم اینجا خودشو نشون میده. ما میخوایم ببینیم که given یعنی تحت شرایط این فرگمنتی که من ساختم، when به اصطلاح وقتی که یه اتفاقی میفته، این اتفاق رو شما اینجا میتونید کانفیگ بکنید. بگید که مثلا وقتی که روی یک باتن کلیک میشه، حالا روی این باتن کلیک میشه چجوری میتونید بسازید. ما اومده بودیم یه سری اینترفیس ایمپلمنت کرده بودیم، این اینترفیس همون فرگمنت همون برای مثال ایمپلمنت کرده، مثلا اسمشو میذاریم اوتو، auto.clickOnButton مثلا، بعد آیدی باتن رو پاس بدید، یا مثلا کلیک روی لاگین باتن، یا هر چیز دیگه. میگه که وقتی که این اوتو روی اون کاری که من میخوام رو انجام میده، then در نتیجه گیری میکنیم که شرایطی که میخواستیم اتفاق افتاده. حالا ما اینجا کاری که کردیم اینه که مثلا میگیم که وقتی که توی این فرگمنت هستیم، وقتی که مثلا اینترنت تو فلایت مود هستیم، میتونید با اوتو مثلا فلایت مود رو آن آف بکنید، یا مثلا نتورک رو ماک بکنید، بگید همیشه ریترن کن، ارور رو برام برگردون، اسرت میکنیم که ریزالت ها لود نشدن و ارور دیسپلی شده. باز با این اوتو شما میتونید تو فرگمنتتون ازش یه سری اطلاعات اکستراکت بکنید، ببینید که مثلا ریزالت هاتون لود نشده و واقعا ویو ارور داره لود میشه، نه این یه ریترن خیلی ساده است توی فرگمنت و کار خاصی نمیکنه. ولی با این یک در واقع تست ویژوال میکنیم که وقتی که متد ما در واقع ارور اتفاق میفته، واقعا اون اطلاعات اتفاقی که میخوام توی فرگمنت داره میفته یا نه، و در واقع یه تست ویژوال خیلی ساده مینویسیم. و با این تست، چون این تست هر دفعه روی پی آر ها اجرا میشه، مطمئنیم که اگر کسی هم کد دیگه رو بنویسه، ما فرگمنتمون همیشه اون کاری که قرار بود انجام بده رو انجام میده. یه قدم بعد از اینتگریشن تست اند تو اند تست، که ما با اند تو اند تست به اصطلاح شرایط خیلی خیلی مهم رو تست میکنیم، چون هم نوشتنش هزینه بره، هم نگهداریش هزینه بره، هم اجرا کردنش هزینه بره. در نتیجه خیلی معقول نیستش که بخوایم برای هر چیزی اند تو اند تست بنویسیم. در نتیجه ما میایم وقتی که دارید یه پروژه رو مینویسید، میتونید سناریوهای کریتیکال رو برای خودتون جدا بکنید، بگید این سناریو حتما باید روی دیوایس تست بشه، منتها من به عنوان برنامه نویس سرم شلوغه، وقت ندارم، نمیتونم بیام هر دفعه که یه کامیتی رو میکنم برم چک بکنم این اتفاق آیا داره، هر دفعه نمیخوام لاگ آوت کنم از اپم ببینم داره لاگین میکنه یا نه، میخوام یه تستی وجود داشته باشه برای من این کار رو انجام بده. در نتیجه این ابزار اسپرسو هم میتونه براتون اینتگریشن تست رو انجام بده، هم میتونه براتون اینتومنت تست رو انجام بده، ولی ما توی شرکت برای ازش برای اینتومنت تست استفاده میکنیم و خود گوگل هم پشتیبانی میکنه و کامیونیتی خوبی داره و خیلی از چند سال پیش این مقدار سخت بود باش کار کردم، ولی الان واقعا خیلی ابزار خوب و پخته‌ای شده. اون شرایطی که میخواید توی کدتون اتفاق بیفته رو تعریف میکنید، به اصطلاح یوزر جرنی که میخواید رو مینویسید، اول حالا داکیومنتش میکنید و بعد کد مینویسید، بعد چیزی که میخواید فیل بشه یا میخواید فیل نشه رو تعریف میکنید و تستتون رو اجرا میکنید. حالا یه خود جلوتر یه تست نمونه از اسپرسو تست هم نشون میدم، ولی یه چیز خیلی خوبی که داره این end to end تست ها اینه که میتونید الان اسپرسو رو با فایربیس اینتگریتش بکنید و این یه قدرت خیلی خیلی عجیب غریبی میده به end to end تست ها، اگرچه هزینه زیادی داره، ولی میتونید مثلا از دیوایس فارم گوگل استفاده بکنید. مثلا یه یوزری یه باگی رو برای شما تعریف میکنه، میگه من تو فلان مدل دستگاه تو این شرایط این فیل شد، شما اون دستگاه رو ندارید، ولی میتونید یه اند تو اند تست بنویسید و فایر بیستون رو کانفیگ بکنید که این تست رو روی این دیوایس با این او اس با این شرایط اجرا کن. مثلا حتی میتونید تو فایر بیس اگر اشتباه نکنم سطح باتری و نتورک و همه اینا رو میتونید کنترل بکنید، و علاوه بر اون اینه که اگر تست شما فیل بشه، برای شما یک از شرایطی که
فیل شده از همه تست ها یک ویدیو کپچر میکنه، شما میبینید کاربر چی شد، کجا رفت و چی کلیک کرد و این اتفاق افتاد، فیل شد. در نتیجه میتونید برید و درستش بکنید، همون شرایط خودتون به اصطلاح ریپرودوسیبلش بکنید، دوباره اتفاق بیفته و ببینید اگه باگی رو ندونید چه جوری اتفاق میفته، پیدا کردنش هم خیلی کار سختیه. منتها زمان اجرای اینتوینتس خیلی زیاده. ما مثلا ما اینتوینتس همون دو دسته است، یه سریش روی فریمورک داخلی اسپاتیفایه که یک لگاسی کده، کد قدیمیه که اون اگر بخواید یه اینتوینتس رو ران بکنید فکر کنم یه 10 دقیقه بعد برید یه قهوه بخورید بیاید، طول میکشه تا بخواد کل اون چیزو بسازه و اجرا بکنه. فکر کنم اسپرسو تستم خیلی اگه زود اگه یه دونه تست بتونه ران بکنه 2-3 دقیقه است، یعنی تا بخواد شرایطو بسازه، آماده بکنه، اپو کلین استال کنه، بیاره بالا و سناریو شما رو تست بکنه، طول میکشه. در نتیجه زمان اجراش خیلی بالاست. یه مشکل خیلی بزرگ دیگه که داره، نباید خیلی انتوین تست توی سیستمتون زیاد باشه، اینه که احتمال فیل شدنشون خیلی زیاده. انتوین تست ها فلیکی هم به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما فکر کنید قراره اپ رو باز کنید، یوزرنیم پسوردتون رو وارد کنید، دکمه لاگین رو بزنید، یه ریکوست واقعی به بکندتون زده میشه، جواب برمیگرده و شما تستتون رو مثلا پاس میشه یا فیل میشه. منتها فکر کنید اون مثلا یه لحظه نتورک یه مشکلی پیش اومد، سرور داون شد، یا اصلا یه بلای یه چیزی خارج از دسترس کد شما فیل میشه و تست شما فیل میشه و این برای شما یه مقدار دردسر داره. چرا؟ چون مثلا ما مدل کار تیممون اینطوریه که هر صبح به صبح میایم داشبورد تست پروژه هامون، پروژه‌ای که دست ما رو نگاه میکنیم، یه سری از تستامون میایم میبینیم که فیل شده و بعد میایم چک میکنیم چرا فیل شده، چون نتورک داون بوده. یعنی شما یه زمانی رو علکی هدر میدید، میرید چک میکنید، میرید اصلا چیزی که فیل شده ربطی هم به شما نداشته. در نتیجه این کد فلیکیه، ممکنه باگ بشه به خاطر اینکه تقصیر شما نبوده، تقصیر یه چیز دیگه که اصلا خارج از دسترس شما هست. ولی برای سناریوی حیاتی خیلی به درد بخوره، سناریویی که واقعا باید تست بشه، مثل پیمنت مثلا، سناریویی که نباید فیل بشه، برای اینکه اگه فیل بشه اصلا ممکنه شما با مشکل قضایی روبرو بشید برای مثال، یا مثلا یه سری سناریویی که خودتون براتون برای پروژهتون تعریف میکنید، میدونید که این خیلی خیلی مهمه و باید این سناریو همیشه تست بشه و باید موفقیت آمیز بشه. منتها این فلیکینس یا اینکه این سری تستا فلیکی باشن یه سری معایبی رو برای شما ممکنه به همراه بیاره اگر تستا فلیکی باشن. برای مثال اینکه شما به تستاتون ممکنه اعتمادتون رو از دست بدید. چرا؟ چون وقتی که شما یه هفته هر روز صبح تستتون رو نگاه بکنید ببینید خب این فیل شده، بعدم برید چک بکنید ببینید که فیل شده چون که نتورک داون بوده، چون که یه API کار نمی‌کرده، بعد یه مدت دیگه این تست رو که نگاه می‌کنید می‌بینید فیل شده، دیگه نمیگید خب برم ببینم چی شده، چرا این اتفاق میفته، خب این احتمالاً فیل شده، اعتمادتون به تست از دست میره که خیلی اتفاق بدیه، چون تست در واقع قرار بود کاری بکنه که شما همیشه خیالتون راحت باشه. حالا یه نمونه کد از اینکه ما چطور اسپرسو تست می‌نویسیم رو خیلی شبه کدتور، در واقع این یه کد کامل نیست ولی یه سودو کد تقریبا، یه همون کلاس ایکس رو برایش یه اسپرسو تست می‌نویسیم که حالا اکستند کنه از اسپرسو تست. این اسپرسو تست کلاسی که خودمون نوشتیم، در واقع یه کلاسی نیست که توی فریمورک اسپرسو هم هست، ما یکی توی پکیج خودمون جداگونه نوشتیم، چون یه سری اطلاعات بین تمام فرگمنت ها و اکتیویتی ها و کل اپ مشترکه و ابسترکت کردیم بردیم گذاشتیم اونجا. کانفیگرش میکنیم به یه روشی که این اصلا این کانستراکتورش اصلا مهم نیست چیکار داره میکنه، تو داکیومنتش نوشته چجوری کانفیگرش بکنید، چجوری دیپندنسی هاتون اینجکت بکنید و اینها. و مثلا ما میخواستیم سناریوی open fragment and load home، ببینید که وقتی که یه اتفاقی میفته اپ ما باز میشه، وقتی که دیتامون از سمت سرور میاد صفحه هوممون لود میشه و میخوایم برای این یک تست واقعی بنویسیم، برای اینکه ممکنه برای شما خیلی سناریو مهمی باشه یا هر سناریوی دیگه. میایید در واقع یه فانکشنی مینویسید که بره از سمت سرور دیتا رو بخونه یا از کش دیتا رو بخونه و مثلا دیتا ها لود بشه و اسکرول میکنید ببینید اسکرول مثلا داره کار میکنه در واقع صفحه شما، و هر سناریویی که لازم باشه رو میتونید براش فانکشن های متناسب باش رو بنویسید و تستش بکنید. همه اینا توی در واقع داکیومنت های اسپرسو یا گوگل خوب توضیح داده شده. من فقط صرفا میخواستم یک سودو کدی بنویسم که بدونید توی چه سناریویی رو با چه ابزاری میشه تست کرد. ولی از این مباحث بگذاریم، اینا یه مقدار
در واقع تئوری این بود که ما چرا تست لازم داریم و چه تستی رو برای چه سناریویی باید بنویسیم و یه مقدار خیلی خلاصه این که چه چیزهایی رو رعایت بکنیم میتونیم تست راحت‌تر تست بنویسیم. ولی ما پایپلاین تست که توی اسپاتیفای داریم رو میخواستم این مقدار بهتون نشون بدم، که اصلا ما چجوری از تست ها چه استفاده ای میکنیم و این پایپلاین تست ما به چه شکلی داره کار میکنه. این پایپلاین یه خورده قدیمی ماه که کاری که میکنیم توش اینه که شما یک کدی رو، یه پی آر رو میسازید، یک کدی رو سابمیت میکنید روی حالا گیت هاب یا هر جایی که با هم کار میکنید. ما تست هامون دو دستن، یه سریاشون پری مرجه، یه سریاشون پست مرجه. علت این اینه که ما هنوز کانتینیوس دلیوری نیستیم، ما کانتینیوس اینتگریشن هستیم. ما تمام تست هامون اینجوری نیستش که بگیم وقتی که این تست، این کد رفت توی مستر دیگه آماده شیپ شدنه. هنوز متاسفانه اونجوری نیستیم. ولی خب یه سری تست هامون پری مرج ران میشه، قبل از مرج شدن ران میشه. یه سری تست هامون پست مرج ران میشه، یعنی بعد از اینکه مرج شد میریم تست میکنیم. اما تست های پری مرجمون تست های خیلی حیاتیه، خیلی خیلی مهمه. مثلا یونیت تست هایی که همیشه باید پاس بشن. اگر این یونیت تست ها فیل بشن، یعنی یک چیزی یک اشتباهی وجود داره توی کد ما و ما این پی آر نباید مرج بشه. به جز اند تو اند یونیت تستمون، یه سری اند تو اند تست های خیلی حیاتی داریم. این اند تو اند تست ها با وجود اینکه زمانش زیاده، ولی باید حتما پاس بشه. اگر پاس نشه این پی آر قابل مرج شدن نیست. این دوتا با هم یه ای بی داره، این هم اینه که ما هر پی آری که سابمیت میکنیم چیزی حدود 25 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه که تمام این تست های پری مرج اجرا بشه. و خب یه نفر میاد کد ریویو میکنه، حالا ممکنه کامنت بذارن، یه بحث مباحثه باشه و آخرش هم همه چیزا که در واقع دیدیم اوکیه، یه نفر پلاس وان میده یا تامز اپ میده و شما کدتون رو مرج میکنید. وقتی کدتون مرج شد، تست های پست مرج روی تست شما اجرا میشه. در واقع بعد از اینکه مرج شد رفت به مستر، باز یه سری یونیت تست و یه سری اند تو اند تست اجرا میشه و ما یه سری تست داریم، یه سری تست های اند تو اند وریفیکیشن و سوپا که اینا پریودیک همیشه اجرا میشه. یعنی شما این تست ها اگر اشتباه نکنم هر 6 ساعت یک بار همیشه روی برانچ مستر اجرا میشن و اگر یکی از اینها فیل بشه ما تو مسترمون یعنی یه مشکلی داریم، ما تیم مربوط بهش بعد بره درستش کنه، ولی به صورت پریودیک همیشه ران میشه چون هزینه اجراش هم خیلی زیاده، نمیتونیم رو هر پی آر رانش بکنیم، ولی برای اینکه از سلامت کدمون مطمئن بشیم هر 6 ساعت یک بار اینها رو ران میکنیم. توی اسپاتیفای حالا اون پایپلاین تستمون بود. توی اسپاتیفای ما تعداد زیادی تیم داریم که به این تیم ها میگن اسکواد. توی این اسکواد ها حالا بسته به کاری که میکنن، مثلا اسکوادی که من توش هستم یک تیم فیچر هستیم، یه تیمی هستیم که یک سری، یک دونه یا یک سری از فیچرهای اسپاتیفای دست ماه. در نتیجه ما اون فیچر رو ما باید مینتین کنیم، ما باید فاین تیون بکنیم، ما باید ریفکتور کنیم. تمام اتفاقاتی که توش میفته رو ما داریم انجام میدیم. یه سری تیم های دیگه هم هستن که یا حالا فیچر مینتین میکنن یا انفراستراکچرن یا تیم های به اصطلاح مثلا یه سری از تیم هامون جزء تیم های ADP ان Application Development Productivity. یه سری تیم هایی داریم که ابزارهایی رو میسازن که ما تیم های فیچر بتونیم سریعتر دیولپ بکنیم. مثلا تمام المنت های یو آی اسپاتیفای رو یه تیم میسازه مینتین میکنه. این ابزار کاستی که گفتم باش تست می نویسیم یه تیم می نویسه مینتین میکنه. ابزار انفراستراکچر تستمون رو یه تیم می نویسه. حالا هر کدوم از تیم ها در واقع یا فیچرن یا انفراستراکچرن یا ایدیتن یا یه سری خواص خودشونو دارن. هر کدوم از این تیم ها شروع میکنن تست های خودشون می نویسن. این تست ها میرن توی انفراستراکچر تست ما نوشته میشه، تعداد زیادی تست داریم، خب خیلی عالیه، یعنی پروژه ما خوب داره تست میشه. اما یه مشکلی این وسط وجود داره، اونم اینه که وقتی که تعداد زیاد تیم وجود داشته باشه و یه سری از این تست ها شروع به فیل شدن بکنه چی میشه؟ این همه آدم ممکنه مجبور بشن نتونن پیارشون رو سابمیت بکنن. اگر یک اند تو اند تست، اگر یک پری مرج تست فیل بشه، این همه تیم بلاک میشن، نمیتونن چیزی رو مرج بکنن چون مستر به اصطلاح بریک شده، مستر داره، برانچ مستر مشکل داره. قبلا این مشکلی که وجود داشت این بود که ما خب یه تستی فیل شد، مثلا من اومدم پیارمو سابمیت کردم، دیدم نمیتونم مرج کنم چون به اصطلاح مستر بریک شده، نمیتونم هیچ کاری بکنم، ولی نمیدونستم مثلا این تست مال کیه. یه تستی فیل شده ولی الان من برم به کی بگم که آقا این تست من چی کارش بکنم، بیا درستش کن تستتو،
و در واقع تست ها هویت نداشت. تست شما وقتی که یه یونیت تو هر لولی تست بنویسید، فقط صرف نوشتن تست یک بخش قضیه است، نگهداری اون تست یه بحث دیگه است. برای اینکه ما بتونیم کد ها، کلاس ها، آدم ها، تست ها رو ردیابی بکنیم، اومدیم یک فایل های یاملی رو ساختیم، .yaml مثلا یامل فایل های رو ساختیم که توش اطلاعات اون پکیج رو اطلاعات اون پکیج رو توی اون فایل های یامل می‌نویسیم که این پکیجی که می‌بینید مال اسمش اینه، این آیدیشه، حالا این دیسکریپشنه که چی کار داره میکنه، اونرش کیه، کی داره اینو مینتین میکنه، آیا پابلیکه یا پرایوته برای خودشونه، تستاشو مثلا اگر یه باگی توش پیش بیاد جیرا فیچر دارن، ما همه تیم از جیرا استفاده میکنیم، میریم براشون تیکت میسازیم تو جیرا، میدونیم که برای چه تیمی باید اساینش بکنیم و میدونیم. و بالا سر همه کلاس ها، البته این الان توی یک دو سال اخیر اتفاق افتاده، ولی بالا سر تمام کلاس ها، چه کلاس های ایمپلمنتیشن چه کلاس های تست، تگ فیچر میزنیم که این فیچر مال کدوم تیمه، که اگر تستی دیدم بریک شدم بتونم برم به اون تیم گزارش بدم آقا این تست بریک شده، مستر بریک شده، حالا ممکنه خودش هم بفهمه ولی اگر نفهمید من بدونم که باید دنبال کی بگردم. وگرنه در واقع وقتی که تعداد خیلی زیاد تست وجود داشته باشه، تعداد خیلی زیادی کلاس وجود داشته باشه و تعداد خیلی زیادی آدم وجود داشته باشه، پیدا کردن این شرایط یه مقدار پیدا کردن که دنبال کی باید بگردم ممکنه کارو یه مقدار سخت کنه. این جزء چیزایی که شاید به درد کسایی بخوره که توی پروژه‌ای خود بزرگ کار می‌کنن، توی تیمایی کار می‌کنن که چندین تا دیولپر وجود داره توش. وقتی که یه تستی جنریت میشه، ما برای ران کردن در واقع کارامون، برای ران کردن CI continuous integration از تیم سیتی استفاده می‌کنیم و توی تیم سیتی وقتی که تست شما اجرا میشه، براتون یه سری فایل‌های XML ساخته میشه که این تست موفقیت‌آمیز بود یا نبود، چقدر طول کشید اجرا بشه، تو چه شرایطی اجرا شد، پست مرج بود، پری مرج بود، و اگر فیل شد، استک تریسش رو براتون می‌نویسه که بدونید چی شد که این تست فیل شد. وقتی که این در واقع این تست شما اجرا شد و حالا پی آر شما اجرا رفت، تست هاش اجرا شد، پریمرج و پست مرج همه چی اوکی بود، ما از تمام این اتفاقاتی که میفته توی پایپلاین گذشتمون لاگ میگرفتیم، برای اینکه ما می‌خواستیم ببینیم که توی پایپلاین دیولپمنت ما چه اتفاقایی داره میفته. تستامون اگه پاس شدن خب عالی، ولی باز برامون مهم بود بدونیم که چقدر طول کشید که این تستا پاس بشن، تو چه شرایطی پاس شدن، در واقع بلایند نباشیم نسبت به تستا، بدونیم چه اتفاقی داره میفته. همه اینو لاگ میشد توی دیتابیس ریلیشنالی ذخیره میشد. منتها یه مشکلی که پیش می اومد این بود که می دیدیم خب آره ما تعداد یونیت تست هم طول زمان داره هی میره بالا، هی داره بیشتر بیشتر میشه، اما این باعث میشه که ما این وسط زمان خیلی خیلی زیادی رو از دست بدیم، چون همونطوری که گفتم هر چقدر تعداد تست ها بیشتر بشه، در نتیجه زمانی که شما برای اجرا کردن این تست ها باید بذارید بیشتر میشه. حتی اگر تعداد زیادی یونیت تست هم داشته باشید، بازم این یونیت تست ها باید اجرا بشه و بعد از اون اینتگریشن تست ها روش اجرا بشه و بعد از اون انتومنت تست ها اجرا بشه و خب خیلی عالیه که ما این همه تست داریم، ولی خیلی هم زمان زیادی رو داریم میذاریم برای این تست. و اینه که ما اگه باز اون مشکل هزینه دیولپر پیش میاد که شما وقتی که یه دیولپر خیلی عالی داری تست هم مینویسه، خودش هم تست نمیکنه، اما هر پی آری که سابمیت میکنه بعد مثلا 40 دقیقه وایسه، این هزینه کانتکست سوئیچ زیادی باید برای دیولپرامون میدادیم که این حالا یه دونه پی آر، حتی اگر پی آر کوچیکی باشه، بخواد مرج بشه. در نتیجه ما اومدیم یه پایپلاین جدید تست تعریف کردیم و یه سری از فریم ورک ها رو عوض کردیم، یه سری از سازوکارهای کاریمون رو عوض کردیم و ابزار اینفراستراکچری که استفاده میکنیم و طرز فکرمون رو راجع به تست کردن هم عوض کردیم. چیزی که اتفاق افتاد این بود که ما اومدیم یک برای سناریوهایی که میخوایم تست بنویسیم یک تست سویت تعریف کردیم، یعنی شما برای هر کاری که میکنید لازم نیستش که چیزهای بی ربط رو تست بکنید. چیزهای بی ربط منظورم اینه که شما وقتی که مثلا میگم توی پروژه‌ای هستید که ماجولارایز هم شده، برای مثال مثل ما تا حد خوبی ماجولارایز کردیم، وقتی که یک کدی رو می‌نویسید و توی یک ماجولی دارید کار می‌کنید و اون ماجول تست‌هاش رو نوشتید داره و داره پاس میشه، نیازی ندارید
کدهای ماجولهای دیگه که اصلا توی کد شما حتی دیپندنس به عنوان دیپندنسی هم تعریف نشده اجرا بشن، یا لازم ندارید تست هایی رو اجرا بکنید که میدونید توی این ها ساید افکتی به وجود نیومده. در نتیجه این تست سویت ما یه الگوریتم انتخاب هوشمندی داره که تشخیص میده که آره خیلی هم هوشمنده که بگم، مثلا خیلی هم اینجوری نیستش که بگم AI خیلی سنگینی پشتشه، ولی تا حد خوبی تشخیص میده که اینها ساید افکت نیستن، در نتیجه نیاز هم نیست براشون تست اجرا بشه، اینا تستاشون پاس هست همین الان هم، اصلا کد ما اونا رو تاچ نکرده که بخواد در واقع تغییری یا ساید افکتی هم به وجود بیاد. و بعد از همه اینها به جای اینکه اینا رو بنویسیم توی یک دیتابیس ریلیشنال که برای ما باتلنک شده بود، اینا رو میذاریم توی با لاگ استش و کیبانا و اون به اصطلاح ELK Elastic Search لاگ استش و کیبانا، اینا رو سورت میکنیم توی یک دیتابیس قابل سرچش میکنیم و توی کلاود استوریج آپلود میکنیم، به جای اینکه بنویسیم روی یک دیتابیس، و خیلی زمان کمتر و هزینه کمتری رو هم بابت اینها پرداخت میکنیم. و به جز اینها ما یک داشبوردی برای هر تیم برای خودش یک داشبوردی داره، من این داشبورد رو یه مقدار ماتش کردم برای اینکه سری اطلاعات نسبتاً نباید بیرون از شرکت جایی مطرح بشه وجود داره. اینه که مثلا شما توی این داشبورد میبینید که تستاتون ران شده، چند بار ران شده، روی از مثلا از دیروز تا حالا چند تا تست ران کردید، چند تاش موفقیت آمیز بوده، چند تاش فیل شده، اینا که فیل شده استک تریسش چیه، چند تاش اند تو اند تست بوده، چند تاش اینتگریشن تست بوده، چند تاش یو آی تست بوده، و تو پکیج های مختلفتون میتونید چک کنید، میتونید مقایسه بکنید تو طول زمان تستاتون بیشتر داره موفقیت آمیز میشه یا بیشتر داره فیل میشه. اگه داره بیشتر فیل میشه برید چک بکنید که چرا داره تستام به مرور زمان بیشتر فیل میشه، آیا تیم دیگه ای داره با ما کار میکنه که مثلا ساید افکت ایجاد کرده برای ما، یا یک فریم ورک قدیمی شده، یا یه اتفاقی افتاده که به هر حال شما میرید به نسبت به گذشته با وجود اینکه میرید تستاتون رو درست میکنید که فیل نشه، ولی هی داره بیشتر بیشتر میشه، این دلیل ریشهش رو بتونید پیدا بکنید. خلاصه یه داشبورد اینطوری داریم که باهاش تستامون رو چک میکنیم. منتها بجز این پایپلاین جدیدی که به ما کمک کرد بتونیم یه مقدار سرعت دیولپمنت هامون رو ببریم بالا و سرعت اسکیل کردن تست هامون رو ببریم بالا، یه چیز دیگه ای هم که ما کمک کردیم بود که ما دیدیم که داریم برای یه سری تست ها رانرهای اشتباهی رو انتخاب میکنیم. مثلا وقتی میخوایم یه چیزی رو تست بکنیم، به جای اینکه بیایم از جی یونیت تست رانر استفاده بکنیم، میایم از مثلا روبو الکتریک تست رانر استفاده میکنیم. حالا این علتش یا این بوده که ما اجازه دادیم توی اون کلاسی که میخواستیم بریم به دلایلی فریمورک اندروید وجود داشته باشه، اگر میتونیم فریمورک اندروید رو از توی اون کلاسمون بکشیم بیرون، در نتیجه میتونیم به جای اینکه با روبو الکتریک تستش کنیم با جی یونیت تستش بکنیم، با جی وی ام رانش بکنیم، خیلی سریعتر اجرا میشه. و در نتیجه ما اومدیم یه سری از کلاس هامون رو ریفکتور کردیم و دیدیم که باید رانر درست انتخاب بکنیم. این که روبو الکتریک قدرت بیشتری داره و میتونه چیزای بیشتری رو مات بکنه، نباید باعث بشه که ما بیایم حاضر باشیم به اصطلاح تستمون روی روبو الکتریک ران بشه، چون برامون راحت تر اینجوری تست نمیشن. نه، یه بار آدم کاری رو که داره میکنه باید درست انجام بده و تا حدی که میتونه باید سالید رو درست انتخاب بکنه، کیس یگنی رو درست رعایت بکنه و در واقع اصول مهندسی نرم افزار رو جوری اجرا بکنه که بتونه با هزینه کمتر نرم افزارش رو مینتین بکنه. هر چقدر شما هزینه بیشتری بدید بابت مینتین نرم افزار، سخت‌تر میشه طبیعتاً. و این جزء چیزایی بود که به ما کمک کرد که هزینه اجرای تستمون رو بیاریم پایین، سریع‌تر تستمون اجرا بشه.